سلام، تو این ویدیو میخوام به مفهوم عرفان بپردازم. من توی یه ویدیویی که لینکشو این بالا براتون میذارم اومدم در مورد عرفان صحبت کردم و اومدم تمام موضوعات داخل عرفان رو تعریف کردم و آموزش دادم و یه جایی میشه گفت یه اطلاعات سرانگشتی دادم که توی عرفان با چه مفاهیم و چه تایتل ها یا عناوینی ما سر کار داریم و اونا چه معنی هایی دارن و چه مفاهیمی دارن. این ویدیو رو ما ساختیم تا اگر کسی میخواد با تمام موضوعات داخل عرفان یک آشنایی سرانگشتی پیدا کنه بتونه از اینجا این اطلاعات رو در بیاره. ولی توی اون ویدیو به مفهوم کلی عرفان نپرداختیم. حالا توی این ویدیو من میخوام بگم که عرفان واقعا مفهومش چیه؟ درباره چیه؟ اصلا عرفان برای چی ساخته شده؟ چی میخواد بگه؟ من علی فرهنگمهر هستم و من ویدیوهایی میسازم در مورد نقد فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های مفهومی، مسائل سیاسی و دینی داخل فیلم ها و مسائل فراماسونری و موضوعات فکری دیگه. همچنین یه گروه از فیلم ها رو در مورد آموزش زبان انگلیسی دارم میسازم که خیلی میتونه به آموزش روش یادگیری زبان کمک کنه. اگه علاقمند هستین به اینجور ویدیوها شبکه منو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تو هر فیلمی که من ساختم براتون به صورت آنی اختاریش بیاد و شما اونو از دست ندین. خیلی ممنون. خب، همون جوری که ما عرفان رو بررسی کردیم و موضوعات و عناوین اون رو توضیح و تفسیر کردیم و توصیف کردیم، میبینیم که در عرفان نه پیامبر خاصی معرفی میشه، یعنی عرفان هیچ پیامبر خاصی نداره و نه کتاب خاصی در عرفان وجود داره که ما بگیم مثلا این کتاب کتاب مقدس عارفان هست، مثلا قرآن یا کتاب مقدس انجیل یا تورات یا هر کتاب دینی دیگه. و همچنین در عرفان خدایی با یک نام خاص معرفی نمیشه، یعنی خدایی به نام مسیح، الله، خدایی که یک اسم خاص داشته باشه مثل کریشنا یا بودا یا هر چیز دیگه وجود نداره. یعنی خدای عارفان نام خاصی نداره، کتابشون نام خاصی نداره و پیامبرشون هم نام خاصی نداره. کلن ما فقط با یک نام روبرو هستیم، عرفان، عرفان و عرفان. پس اینجوری میشه گفت بر اساس اون تعریفی که کردیم توی اون ویدیو قبلی ما با یک دین سر کار نداریم، یعنی عرفان یک دین نیست و این اشتباه. اگه کسی فکر کنه عرفان و صوفیزم یک دینه، خب پس چیه؟ مفهوم عرفان چیه؟ حالا میخوام تو این ویدیو مفهوم عرفان رو براتون توضیح بدم. ما در عرفان با یک سیستم آموزشی به نام تصوف سر کار داریم که رهروان این راه و دانش آموزان این مدرسه تصوف رو بهشون میگن سالکان، درویشان و صوفیان. ولی اگر به مراحلی که عارفان و صوفیان طی میکنن تا به اون مقصد خودشون برسن نگاه کنیم، به چیزهای جالبی میرسیم. مثلا مرحله اول عرفان طلب هست و مرحله دوم عشق و بعد از اون مراحل دیگه مثل توحید، استغنا، حیرت و فنا میاد. خب که البته شاید من همه رو کامل نگفته باشم ولی بیشتر اونا رو سعی کردم بگم. ولی من مقصودم این نیست، مقصودم این هست که مثلا اگه به این مراحل نگاه کنیم، مثلا مرحله طلب، مرحله طلب به مفهوم اینه که شما دنبال یک حقیقتی میگردی، یعنی طلب دارین حقیقت رو پیدا کنی. خب این
دقیقا یک چیزیه که یعنی به شما یاد میده که دنبال حقیقت، دنبال خدا بگردید، دنبال یک حقیقتی بگردید، حقیقت این جهان چی هست. خب پس اینجا ما با این روبرو هستیم که سالکان دنبال یه چیزی میگردن، نمیگن که ما پیدا کردیم حقیقت رو، نمیگن ما خدا رو پیدا کردیم، نمیگن اسم خدای ما الله یا مسیح یا بودا یا هر چیز دیگه است، میگن ما دنبالش داریم میگردیم، یعنی دارن طلبش میکنن. البته اگر درست نگاه کنیم و دینهای دیگر رو بررسی کنیم، میبینیم که در دین مسیحیت هم در کتاب مقدس گفته شده که خدای خودتون رو با تمام دل و جان و قلب و روح و فکرتون جستجو کنید و اون خودش رو به شماها نشون خواهد داد. خب پس اگه اینجوری در نظر بگیریم، اون چیزی که در کتاب مقدس نوشته شده، صوفیان و عارفان هم به دنبال همون هستن، یعنی دنبال این هستن که در قلبشون طلب برای خدا باشه، یعنی در جستجو باشن. پس این شباهتی به اون داره. خب اگر به مرحله دوم از عرفان نگاه کنیم، مرحله دوم از عرفان عشق هست، یعنی عشق به وجود خداوند و عشق به حقیقت. خب اگر در کتاب مقدس مسیحیان نگاه کنیم، میبینیم که اونجا هم گفته شده که خدای خودتون رو با تمام قلب و عشق محبت کنید. و بعد قانون دوم انجیل این هست که بعد از اینکه خدای خودتون با تمام قلبتون عشق ورزیدین، همسایه خودتون و کسی که در روبروی شما ایستاده و نیازمند هست، اونو با تمام عشق و قلبتون همانند خدا عشق بورزین بهش. خب پس این دوتا قانون، قانونی که در مسیحیت وجود داره که هر دوی این قانون ها بر اساس یک چیز بنا شده و اون هم عشق، محبته، محبت به دیگران و خدا، عشق به دیگران و عشق به خدا. این دوتا قانون انجیل هست، یعنی قانون های اصلی مسیحیت. خب اگه اینا رو ما بیاییم بذاریم در کنار عرفان، میبینیم که در عرفان هم همین گفته شده، یعنی گفته شده که شما عشق داشته باشین به خدا و به هر چیزی که حقیقت هست در این جهان. خب پس میبینیم که در عرفان چیز خاصی، یعنی به عنوان خدا، به نام خدا چیز خاصی یا فرد خاصی معرفی نشده و اسمی خاصی برای خدا وجود نداره، ولی راهی رو در اون گفته شده که اگه در اون راه قدم بذاره انسان، آروم آروم و قدم به قدم با طلب کردن و عشق ورزیدن به خدا، به حقیقت نزدیک میشه. با اینکه عارفان هیچ خدایی رو به ما معرفی نکردن و نگفتن اسم خدای ما الله یا کریشنا یا بوداه، ولی من فکر میکنم که با تمام بررسیایی که چند ماه روی عرفان کردم و مطالعه کردم و خودم کار کردم در گذشته در عرفان و یه مقداری سالها قبل کار کرده بودم و غیر از اونم این مطالعاتی که برای ساخت اون ویدیو انجام دادم که لینکش رو در این بالا میذارم، که تمام موضوعات رو در عرفان اومدم توضیح دادم توی ویدیو تو قالب تقریبا 20 دقیقه و میتونید راحت همه چیز رو یاد بگیرید. بر اساس اون ویدیو و اون چیزایی که من بر اساس تمام تحقیقاتم فهمیدم، این هست که عرفان فقط در جستجوی حقیقت بودن هست. یعنی عرفان به این معنیه که ما در جستجوی این باشیم که خدا رو پیدا کنیم، حتی اگر اصلا پیداش نکنیم، حتی اگر عارفان به ما هیچ خدایی رو معرفی نکنن، یا حتی اینکه هیچ پیامبر و کتابی رو نداشته باشیم. و این به نظر من بر اساس حرفایی که تو کتاب مقدس مسیحیان هم نوشته درسته، چون توی کتاب مقدس نوشته شده که خدا را با تمام قلب و دل و جان و روح خود بطلبید و بجویید، بجویید که خواهید یافت، در بزنید که در باز خواهد شد. یعنی در کتاب مقدس گفته ما باید طلب کنیم خدا رو. عارفان هم همینو میگن، میگن ما باید طلب داشته باشیم. مرحله اول عرفان همینه. کتاب مقدس میگه که باید با دل خود و با قلب خود عاشق خداوند باشید و مسیح هم همینو میگه، میگه که عاشق خدا باشید و عاشق همسایتون باشید همونجوری که خدا رو دوست دارید، و این دوتا قانون رو میذاره که بر اساس عشق هست. مرحله دوم در عرفان هم بر اساس عشق بنا شده و ما باید عاشق خداوند باشیم و عاشق حقیقت باشیم. بر اساس این چیزایی که من فهمیدم، عرفان خیلی رابطه نزدیکی با مسیحیت داره، ولی بازم عرفان یک دین نیست و فقط داره یک راهی رو برای ما مشخص میکنه و داره برای ما فقط یک مسیری رو نشون میده،
انتهای مسیر اصلا در عرفان وجود نداره. چیزی به نام انتها وجود نداره. چیزی وجود نداره به نام اینکه یه خدایی وجود داره با اسم مثلا بودا یا الله یا هر چیز دیگه. خب عرفان برای ما هیچ نامی مشخصی برای خدا معرفی نمیکنه. هیچ پیامبر مشخص نمیکنه. هیچ کتابی مشخص نمیکنه. فقط میگه شما باید طلب داشته باشین، عشق داشته باشین و به این برسین که خداوند بیماننده، یعنی یک تاست. یک تا به معنی یک بودن نیست، به معنی یک بی همانند بودنه، یعنی چیزی مثل اون وجود نداره. و بعد به این برسیم که خدا رو بیشتر بشناسیم و از خودمون غافل بشیم، یعنی خودمون رو بذاریم کنار و افتادگی داشته باشیم. و این خودمون رو بذاریم کنار و افتادگی داشته باشیم هم در کتاب مقدس نوشته شده و مسیح گفته که هر انسانی میخواد که سربلند بشه باید افتاده باشه و خودش رو بذاره کنار. و این هم باز با ادیان دیگه مطابقت داره، با حرفایی که مسیح به ما گفته مطابقت داره. و از اون ور باز کسی که واقعا خدا رو بشناسه و به یک دیدگاهی نسبت به خدا برسه به مراحلی از حیرت و شگفتی میرسه و این بزرگی خداوند اونا رو در شگفتی قرار میده، که اینم یکی از مراحل عرفان هست. و در نهایت مرحله آخر فنا هست، یعنی انسان تبدیل بشه به موجودی که دیگه خودش رو تصور نمیکنه و فقط برای جمع، برای دیگران زندگی کنه و در خدمت دیگران هست. این هم باز با حرفایی که عیسی مسیح در کتاب مقدس و در انجیل گفته برابر هست. مسیح در آخرین روزهای از زندگی از عمرش گفته که ما باید سعی کنیم خادم دیگران باشیم و اونی که خادم باشه میتونه جایگاه اول رو به دست بیاره. کسی که خودش رو برتر میدونه پست میشه و فرو میره، ولی کسی که خادم دیگران هست به جایگاه برتری دست پیدا میکنه. پس تمام مراحل عرفان یه جوری میشه گفت با دینهای الهی و مسیحیت و کتاب مقدس یک همخوانی دارن، ولی در عرفان هیچ موضوعی به صورت مشخص در مورد اسم خداوند، اسم کتاب یا اسم پیامبر یا چیز خاصی بیان نشده. پس ما میفهمیم که عرفان یک مسیری رو به ما نشون میده که ما در این مسیر تلاش کنیم، سعی کنیم بریم این مسیر رو، این راهو بریم و دنبال خدا باشیم. ولی ته این مسیر چی هست به ما هیچی نمیگه عرفان. عرفان نمیگه که ته این مسیر چی وجود داره، ولی میگه که این مسیر رو شما برین تا انتها و وقتی به انتهاش برسین شما به حقیقت خواهید رسید. حالا چه ما از قبل بدونیم که انتهای این مسیر چی هست چه ندونیم، وقتی که این مسیر رو بریم در انتها به یه چیزایی میرسیم و این خوبه. پس میشه گفت که عرفان و تصوف خیلی هم بد نیست و داره ما رو تشویق بکنه که در یک راهی برای جستجوی حقیقت گام برداریم. من فکر میکنم مفهوم عرفان همین هست و عرفان و تصوف رو با هیچ دینی نباید اشتباه گرفت، چون عرفان دین نیست. همون جوری که اولش گفتم عرفان نه کتاب داره، نه پیامبر، نه خدا، یعنی اسمی از خدا به صورت خاص برده نمیشه. خدایی مثلا به نام الله یا عیسی مسیح یا بودا یا هر چیز دیگه. پس عرفان یک دین نیست، فقط یک مسیر، یک راهه، یک دعوت به جستجو برای پیدا کردن حقیقت هست و این خیلی قشنگه. خب من دیگه نمیخوام سرتون رو بیشتر از این درد بیارم، میخوام همینجا ویدیو رو تموم کنم، ولی ازتون درخواست میکنم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون اومد و علاقه دارین که بدونین درباره نقد فیلم های سینمایی مثل فیلم ماتریکس و اینسپشن، که این ویدیو برای این ساخته شده که شما بتونین فیلم این ماتریکس رو بیشتر و راحت‌تر متوجه بشین، چون ارتباط نزدیکی با عرفان داره. ازتون میخوام اگر علاقه مندین به نقد فیلم های سینمایی و مسائل فراماسونری دینی و سیاسی و مسائل فکری، این شبکه رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر وقت که ما فیلمی رو آپلود میکنیم برای شما اخطاریه و نوتیفیکیشنش بیاد. ازتون تشکر میکنم که شبکه میستریز رو تماشا کردین. ولی در آخر میخوام دو تا از ویدیوهایی که در شبکه‌مون قرار دادیم در گذشته و مربوط میشه به این ویدیو رو قرار بدم، تا اگر علاقمندین بازم به این موضوع و موضوعهای مرتبط با اون به فیلم تماشا کنین روی یکی از این فیلم ها کلیک کنین. خیلی ممنون.